چپاول آب‌های سطحی و زیرزمینی ایران توسط حکومت آخوندی پیامدهای فراوانی دارد. روز 9 مرداد ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم نوشت به دلیل برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها وقوع زلزله ریشتری در اصفهان 6 ریشتر خسارت به بار می‌آورد. این خطری است که آخوندهای حاکم برای مردم ایران به وجود آوردند. اما چرا شرایط ذخیره آب‌های زیرزمینی و سطحی ایران هر روز بدتر می‌شود؟ در حاکمیت آخوندها تعداد چاه‌های عمیق از 70,000 به 700,000 افزایش یافته. همچنین ایجاد صنایع آببر مانند ذوب‌آهن در مناطق کم آب نفس رودخانه‌ها را به شماره انداخته. در 14 گذشته نه تنها هیچ تسهیلاتی برای کشاورزی داده نشده تا شیوه باستانی آبیاری غرقابی را تغییر دهند، بلکه حقابه‌های آنها را نیز به یغما می‌برند. پیامدهای این سیاست ضد مردمی چیست؟ ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم آخوندی نوشت اطراف تهران سالیانه 25 سانتی متر فرونشست دارد. روزنامه حکومتی جهان صنعت در حال حاضر 30 استان از 31 استان کشور در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار دارد. علت فرونشست ها تخلیه سفره ها و آبخوان هاست. ایرنا در مقاله‌ای به این موضوع اعتراف کرده و تیتر زد پایین رفتن تدریجی سطح زمین و مرگ آبخوان ها. غارت آب وجوه گوناگونی دارد. یکی از آنها فرونشست ها و زمین لرزه هاست. با چپاول آب‌های زیرزمینی تهران و چندین کلان شهر دیگر، ایران در خطر فرونشست‌ها و زمین‌لرزه‌ها قرار دارد. اما سیاست آخوندهای حاکم نه تنها تغییر نکرده، بلکه در همین شرایط باز هم به دزدی آب‌های سطحی و زیرزمینی مشغولند. آیا راهی جز برقراری حکومت مردمی و دموکراتیک برای حل بحران‌های زیست‌محیطی از جمله آب وجود دارد؟